آیا انقلاب ایران ناگزیر بود؟ ممکن بود دستگاه حاکم و در رأس اون محمد رضا شاه پهلوی بتواند مانع انقلاب شود؟ کی و تحت چه شرایطی؟ پرسش با این مضمون که چه باید میشد که تاریخ به این مسیر نمی افتاد پرسش های آزاردهنده اند. این پرسش ها اغلب مسیر تاریخ را به این یا اون عامل واحد تقلیل می دهند. با این حال و به رغم این ساده سازی چیزی در این پرسش ها هست که انسان عبور کرده از گردنه های تاریخ را فریفته می کند. شاید این فریفتگی ناشی از نوستالژی باشد. اما آنها که میپرسند چه باید میشد که انقلاب نمیشد همگی نوستالژی و دلتنگی پیش از انقلاب ایران را ندارند. انگیزه بسیاری از آنها فکر دوباره در مورد مسیری است که انقلاب ایران طی کرد. نزد آنان این پرسش اشکال دیگری می‌یابد مثلا چه باید میشد تا آیت الله خمینی رهبر انقلاب نمیشد؟ شاید این پرسش ها امروز بیفایده به نظر برسد اما آنان که در انقلاب خسران دیدند یا از مسیر انقلاب ناراضی با چنین پرسش هایی تمهیدی میابند برای خانش دوباره اون خانشی به قصد آموختن چهل سال پس از انقلاب از میان این پرسشها مهمانهای این هفته پرگار بر ناگزیری انقلاب یا امکان اجتناب از آن متمرکز میشوند داریوش بایندور تاریخنگار انقلاب ایران معتقد است شاه ایران تحت شرایطی ممکن بود مانع از انقلاب شود از او خواهیم پرسید کی و چطور تورج اتابکی تاریخنگار اجتماعی در امستردام میگوید جامعه ایران به مراحلی رسیده بود که یک فرد هر چقدر هم قدرتمند نمی توانست اون را به شرایط عادی و غیر انقلابی بازگرداند خیلی خوش آمدید آقای بایندور از شما شروع کنیم به تحتش شرایطی کی ممکن بود شاه ایران بتونه مانع انقلاب شه با تشکر از شما آقای کریمی سلام و درود به بینندگانتون و ابراز خوشبختی از آشنایی با آقای دکتر عطابکی در مورد سوال شما اینکه آیا انقلاب قابل اجتناب بود یا نه به نظر من جوابش مکول به این است که در درجه اول ببینیم عللی که باعث انقلاب شد چی ها بوده که این خودش یک چالش بزرگی است برای تاریخ نگار چرا که باید شناسایی بکنیم عواملی که باعث شد یک جو انقلابی به وجود بیاد و در وهله بعد اهرامهایی هایی که به کار برده شد برای ساقط کردن اون رژیم در یک جمبندی خیلی فشرده میتوان گفت که حوادث رویدادهای سال 57 بر اثر یک ائتلاف بزرگ بین نیروهای اجتماعی سیاسی ریشهدار و اصیل ایران جا افتاده ایران یعنی روحانیت اسلامگرا ملی ملی مذهبی ها میلیون سکولار مکتب مصدق جریان های چپ هم از حزب توده و ماویستا و استالیستا و چپ مذهبی این اعتلاف رو به وجود آوردن که ماهیتا یک اعتلاف مسلحتی و نامنوس بود این پرسش که چطور شد که یک همچین همگرایی بین نیروهایی تا این حد نامتجانس عملی بشه خودش از پرسش های است که تاریخنگار باید به اون جواب بده. حالا با ذکر این نکته این با ذکر این مقدمه برمیگردیم به اصل سوال شما بهم. که آیا اجتناب پذیر بود یا نه و پاسخ به این به نظر من به این صورت میتونه داده بشه که این عواملی که عرض کردم این هیته ها یک ترکیب یک آلیاژ خیلی قلیزه انقلابی ایجاد کردن که اگر بعضی از این عوامل از این معادله خارج بشن میشه فکر کرد که مسیر تاریخ ممکن بود عوض بشه و من به بر عنوان مثال برای شما این مطلب رو گفتم تکرار میکنم اینجا چهار سال قبل از انقلاب بعد از اون جهش بزرگ در بهای نفت که خود شاه در به وجود آوردنش نقش کلیدی بازی کرده بود یک بار تصمیم گرفت که حجم سرمایه گذاری در برنامه امرانی پنجم رو دو برابر بکنه و یک ضرب این, 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 این رقم از تقریبا 35 میلیارد دلار اون زمان رسید به 68 میلیارد که این باعث چی شد؟ باعث تورم و خیلی بعد از مدت کوتاهی تورم تو هم با رکود شد و با توجه به کاستی هایی که اون موقع وجود داشت نارسایی که وجود داشت در زیر ساختار کشور به خصوص در زیر ساختار بندری و باراندازی و غیره یک بحران اقتصادی خیلی شدیدی در مملکت به وجود ما در سالهای پنجا و پنج و پنجا و که سختگیری های اقتصادی دولت آموزگار برای به اصطلاح مهار کردن این تورم با توجه به اینکه رژیم در اون موقع آسیب پذیر شده بود کارو خراب تر کرد پس میشه گفت وقتی میگید سختگیری منظور شاید همون سختگیری است که به اسناف وارد میشد نه 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 منظورم آم آم یا سیاست ریاضت اقتصادی سیاست رویتون... ریاضت اقتصادی است. فارسی ریاضت رو من بلده. خیلی... برای, برای مهار نیزش. تورم بله برای مهار تورم برای برنامه های برای اقتصادی کلاسیک اجرا شد تا که... دولت آموزگار بله دولت آموزگار که با توجه اینکه رژیم... میگم... در حالت افتاده بود که این چیزها رو... این, این برنامه ها در حقیقت بیشتر شدیدتر کرد نارضایتی های عمومی بله. و میشه گفت که اگر این آ... این اتفاق نیفتاده بود این یک عامل فقط یک عامل بله. اقتصادی است بله. خب ممکن بود مسیر تاریخ جور دیگری برید. بسیار خوب این مقطع مهمیه آقای عطاوکی شما میپذیرید که اگر نظام حاکم بر ایران از سالهای اول دهی پنجاه شمسی با جهش قیمت اون سیاست های انبساطی اقتصادی اون سیاست های تورمزار رو به اجران نگذاشته بود ممکن بود به گفته ایشون البته عوامل دیگه ای هم دستن در کار هستن ولی ممکن بود مسیر دیگه ای در پیش گرفته بشه عرض ادب دارم جن خدمت جناب آقای بایندور آنچه که من انتخاب میکنم به عنوان یه مورخ اجتماعی برای بازنگری و بازبینی انقلاب اینه که من بر بستر جامعه شناسی سیاسی میرم به سراغ انقلاب را تقابل و تعامل دولت و جامعه رو میبینم و طبقات رو با هم دیگه میبینم و نگاه هم نگاه از پایین به بالا نه نگاه از بالا به پایین این روشی است که من انتخاب می کنم و فکر می کنم که جامعه شناسی سیاسی می تونه توضیح بهتری بده برایش رو که انتخاب می کنید به چه نتیجه می رسید؟ به این نتیجه می رسم که انقلاب ایران بر سه محور در حقیقت داره شکل می گیره. یکی این که به صورت ما شاهده یک نوسازی تو جامعه هستیم که این نوسازی به توسعه ناموزون و مرکب در حقیقت دست زده من نشانه هاشو در ادامه صحبتم میگم که توسعه ناموزون و مرکب چگونه هستش این توسعه ناموزون و مرکب از طرف ایک دولت توسعه گرا داره در انجام میشه از سالهای چهل به بعد یعنی کلیدرش رو برنامه عمرانی سوم ایران میزنه که به داوری من یکی از بهترین برنامه های عمرانی بود و ثمرات بسیار بسیار چشمگیری داشت 300 جوان همه اهل فن همه اهل فکر آمدن آستین ها رو بالا زدن و جامعه رو متحول کردن من در ادامه صحبتم به نتایج این برنامه, برنامه سی ست جوان منظورتون منظورتون است که اینها در سازمان برنامه سازمان بوجه ایفا برنامه کردن, بوجه کردن بر... زمانی که اصلاحات ارزی انجام شد در همین یک بحث رو پادشاه... ده ده پادشاه ایشون نام انقلاب سفید رو گذاشتن بر اینجا رفراندوم گذاشتن انقلاب سفید رو گذاشتن اما نقشه راه انقلاب سفید در حقیقت برنامه عمرانی سوم بود و برنامه عمرانی سوم بود اما این برنامه عمرانی سوم در بطن خودش یک ناموزونی رو داشت که من به اون اشاره میکنم که این ما ناموزونی و مرکب بودن این برنامه های توسعه اقتصادی چه سمرات ناگواری داشت نکته دیگه بخوام اشاره کنم در انقلاب ایران باید بگم که یک محرکت بسیجگرا، توده ایوار از طرف روحانیت داشتیم مسئله سیاست اینجا مهمه فرهنگ اینجا مهمه انصداد سیاسی عملا بخش بزرگی از نیروهای سکولار رو از صحنه سیاسی ایران بازگذاشته بود ما شاهد شکلی هش... یک حرکت یک گفتمان مذهبی در ایران هستیم در ده سال منتهی به انقلاب و شبکه روحانیت با هشتاد هزار مسجد و تکیه و هیئت و با هجده هزار امامه اهل امامه در خیابان ها در حقیقت به بسیج مردمی دارن دست میزنن در ادارات دولتی به بسیج مردمی در در آموزش پروریش حضور دارن و از این دست و از طرف دیگه سومی آمر هم بخوام نگاه بکنم حمایت خارجی هستش یعنی سی, سی نظام خارجی جم... نظام پادشاهی ایران اون گونه بود بر بستر اون چه که ما جنگ سرد میشناختیم شاید گزینه دیگه هم در برابر نظام پادشاهی بود میتونست گزینه مثلا به نوعی هند, هند رو انتخاب بکنه هرچند که هند هم سراخر هم به همسوی بیشتر با اتحاد جماهیر شوروی داد ولی مثلا گزینه ای که انتخاب کردن گزینه کره جنوبی بود و بنابراین حمایت غرب و این پیوستگی غرب با نظام پادشاهی ریشه نقطه ضعفش شد چون به نظر من عواملی هستش که ما باید تک تک اینها رو بیاریم همه خمر رو من نمیتونم بذارم به یک سبد وقتی شما از این عامل مهم عامل اقتصادی البته پس پشت این عامل اقتصادی اون چیزیست که شما توسعه ناموزون مینامید و بعد در صحنه سیاسی بسیجگری روحانیت و در مرحله بعد این نوع رابطه نظام شاهنشاهی با غرب رو نام میبرید آیا منظورتون اینه که شاه ایران در سال‌های اول دهی پنجاه شمسی اونجوری که آقای بایندور میگه دیگه نمیتونست مانع انقلاب شه دیر شده بود؟ من فکر نمی‌کنم من در مورد اجتناب پذیری انقلاب حرفایی دارم که هنوز نگفتم اگر که بخوام بگم میگم که شاید یکی از بهترین و نخستین شانس برای پرهیز از حرکت‌های از این دست که به انقلاب 57 منتهی شد همون سال چهل بود چهل و یک بود که پادشاه انقلاب سفید رو اعلام کردند و شاید اون موقع بهترین موقعیت بود که ما بعد در اون موقع. ما هشت سال از, از کودتای 28 مرداد گذشته بود زمانه بود وقتی که این طرح توسعه گسترده اجتماعی رو پیش کشیدن زمانه برای آشتی مهیا بود ما تجربه در کشورهای دیگه هم داشتیم میتونستیم مثلا به یک آشتی ملی دست بزنیم کسانی که در در حقیقت از صحنه بیرون شده بودند آرام آرام به تدریج وارد صحنه سیاسی میکردیم مصدق رو از حصر در بیرون کسان دیگر رو در حقیقت دلجویی ازشون میکردیم توسعه اقتصادی رو همسو میکردیم با توسعه سیاسی در ایران و این پایدار و این به نظر من امکان بود نظام های هم جاهای یه جا, جا به جای جهان این کارو کردند یعنی اگر اگر من بخوام نخستین پرده از اجتناب پذیری این حرکت رو بگم باید به سالهای چهل برگردم بله که اون شانس از دست رفت بله اما یک اجتناب پذیری دیگه هم دارم اگر اجازه بدید خیلی رو برای دور بله دوم سال بله. بله, 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 بله باید به این ترتیب به, به نظر میسه آقای عطابکی به پیش از دهی پنجا و سیاست های اقتصادی ناشی از جهش قیمت نفت اشاره میکنن و بخصوص به خصوص به روند های سیاسی هم اشاره میکنن میگن عملا از دهه چهل به نظر میرسه دیگه زمین های انقلاب داشت فراهم میشد برای اینکه اون آشتی ملی رو به گفته ایشون شاه در واقع بهش تن نداد تدرجه اول بگم من تقریبا با هرچی آقای دکتر عطابکی گفتن موافق است اینکه فرمودن شاید زمینه ای بود در اون سالها همون هم وقتی که شاه برنامه انقلاب سفیدش رو اعلام کرد برای آشتی ملی و بازگردوندن در حقیقت کسانی که ملیگرا بودند و در وطن پرستیشون هیچ وقت کسی تردید نکرد این حرف کاملا صحیحه ولی این رو هم نباید فراموش کرد که شاه چندین بار این کار رو یک کوشش برای یک آشتی ملی رو امتحان کرد و هر دفعه شکست خورد یعنی این زعمای جپه ملی بودند که هیچ وقت تندر در ندادند به اینکه با رژیم به یک صورتی به حالت به یک نوع توافق قابل قبولی برسند بلکه هر وقت که شاه با اونها مراجعه کرد از طریق بیشتر آقای علم بود حتی قبل از علم اونها خیلی محکم و بدون هیچ نوع پذیری انتاف پذیری و حس سازش گفتن که شاه باید سلطنت کند نه حکومت و تمام اختیارات شاه در قانون اساسی در حقیقت سوریست و در با ای یک همچین شرطی حاضر بودن بیان به صلاح مشارکت بکنن و البته این برای شاه قابل قبول نبود در خلال این ضمن این که رهبران جپی ملی در حول و حوش این, این, نوع گفتمان بودن و, و این نزدیک شدن با رژیم رو ترد میکردن در طرز فکر جوان ها یک تحول مهمی پیش اومد یعنی اینکه دو قطب مهم سیاسی ایران حزب توده و جبهه ملی اینها در از منظر جوان های ایران رنگ باختن برای جوان و بر منظور از جوان ها های برخواسته از طبقه متوسطی بود که در حال گسترش بود که این هم خودش یکی از عناصر جامعه شناسی بله. انقلاب هستش از منظر اونها حزب توده و جبهه ملی زیادی محافظه کار بودن و غیر متحرک و اینها به های، به یه هویت دیگه و به های دیگری داشتن نگاه میکردن که از بستر این آدم های مثل بیژن جزنی و غیره بیرون اومدن که در طی سالهای چهل میبینیم که کم کم کار به اینجا کشید که یه عدهشون متمایل شدن به یک مبارزه و برخورد مسلحانه بارش جوابش برای رژیم شاه مبارزه بود و اینکه سواک رو به جلو و سواک اون برنامه که میخواست اجرا بکنه و اجرا کرد که خود اون از عوامل به نظر من ایجاد جو انقلابی شد ولی توضیحش رو بعد بدم اگر بله لازم شد بله, بله که به چه صورت این آ... تاثیر خودش روی روند انقلابی گذاشت بذارید بله. بدید از آقای عطاوکی بپرسیم که موافق هستند که در دهی چهل شاه شاید سعی کرد که روال دیگری در پیش بگیره و اگر این تلاش شاه جواب می گرفت ممکن بود در دهی پنجا با شتاب جامعه ایران به سمت انقلاب نره؟ ببینید ده دهه چهل رو که نگاه میکنیم به داوری ما ما پنج تا شاخص برای اون توسعه و رابطه دولت با جامعه میشناسیم اولا که تکیه بر یک درآمد بسیار بسیار عظیم نفتیه نگاه بکنیم مثلا فعاد روحانی میگه که ما اهل تجارت اهل کم، کمک نمیخواهیم، ما اهل تجارتیم و اینها آدمای رجالی بودن که واقعا اهل اندیشه بودن تر داشتن برای استفاده بهینه از منابع اقتصادی منابع نفتی و از این دست و واقعا این درآمد عظیم نفتی که حالا اون موقع اوپک هم تشکیل میشه و بعد رفته رفته قیمت نفت میره بالا میره بالا میره بالا و تکیه دولت رو اونجاست آمار ارقامش من دارم رشد و تثبیت اقتصادی داریم ما تو این وسط داریم ولی همزمان با اینها ما میبینیم که در حقیقت به نوعی ما میریم به سمت یک حکومت اقتدارگرا از سوی پادشاه و اینجا دخالت میکنه نگاه بکنیم مثلا میبینیم که تحولاتی در ارتش داره صورت میگیره بسیاری از فرماندهان ارتش مثلا بازنشسته میشن 270 سرهنگ کنار گذاشته میشه و ارتش ایران از یک ارتش 120 هزار نفری به ارتش 400 هزار نفری داره میرسه بزرگه اینا چیزای بدی نیستا میخوام بگم که تحولات شما نگاه کنه تو اینجا داریم چه میریم یعنی داریم میریم به یک وضعیت یک دولتی که در حقیقت تکه داره میکنه با حمایت غرب به سا... به چنین ابزارهایی داره نگاه میکنه و البته خب بسیج و توده هم اینجا داریم از طرف ال... به پادشاه که مثلا ایشون مخاطبش طبقه کارگر صنعتیه که بارها و اونجا اینجا از آزاد مردان و آزاد زنان داره استفاده میکنه نشست ها و همایش های گسترشته ای وجود داره برجوازی صنعتی و برجوازی مالی که شما نگاه بکنید ما در پایان دهی 42 تا 52 شاهد زایه شاهد شکلگیری چشمگیری یک برجازی مالی و صنعتی کردیم که حضور داره و سهم بسیار بزرگی در اقتصاد ایران در قیاس با سرمایداری کوچک به خودش اختصاص داده من آمارش اینجا دارم میتونم خدمتتون ارائه بدم اینها در حقیقت ارکانی که ما داریم در اینجا و میره البته این بسیج تودگرایی که ما داریم حزب ایران نوین تشکیل میشه و بعد در پایان این دوره یک بار تصمیم میگیرن که برن به سراغ تشکیل یک حزب واحد حزب رستاخیز و تلاش فکر میکنن که حزب رستاخیز یک حزب واحد میتونه بده اینکه اندیشه حزب رستاخیز از کجا آمد خیلی مهمه بلد. بلد. ولی به هر صورت اینها نشون دهنده این پنج شاخصیه که من اشاره کردم که در حقیقت نشانه این دوران 10 ده سال است تاکید شما روی اقتدارگرایی و افسایش این اقتدارگرایی اما ما رو برمیگردونه به اون چه که آقای بایندور گفتن که شاه سعی کرد شاید این مسیر رو در پیش نگیره اما شاید چون جواب نگرفت به این سمت رفت چنین میشه گفت ببینید من فکر می من به راحتی نمیتونم اینو قبول کنم من واقعا نشانه هایی نمی در اون دهه ایشون من امیدوارم آقای بایندور اشاره کنن که و من برای من روشنگره خب پندادن شاه به نخست وزیری امینی این نشانه مهمیه دیگه ببینید خیلی یعنی یک کسی جل... که اصلاحگر بود و یک کسی که در واقع در ادامه میتونست توسعه سیاسی رو هم تا حدی عملی بکنه شاه تن داد به این دیگه ببینید ولی جبهه ملی و دیگر ملیون خیلی همکاری نکرد ببینید اتفاقا خیلی جالب این اشاره که میکنید جبهه ملی نیروهای مخالف تظاهراتی میذارن تو جلالیه و در اونجا میگن که شاه باید سلطنت کنه و نه حکومت که حرف بدی نیست مبتنی بر قانون اساسی مشروطی ماست جپه ملی به استقبال اصلاحات میره میگه اصلاحات آری دیکتاتوری نه جپه ملی در حقیقت این نیستش که بخواد مخالف خونی بخواد بکنه به اونجا به هر صورت یه گام های از این بربرد میره حتی کسانی از جپه ملی به ملاقات پادشاه میرن خلیل ملکی میره با پادشاه ملاقات میکنه در دربار ملاقات میکنه تحولات تمام سالهای دهه چهل مورد قبول بسیاری از اهل سیاست جناب آقای بایندور اشاره کردن به چپ رادیکال ایران بیژن جزنی بیژن جزنی در کتاب خودش میگه اینها مانور نیست اینها اصلاحات باور کنید او و دیگران پیشکسوتان چپ نوین ایران قبول کرده بودند که جامعه ایران متحول شده جامعه ایران پوست انداخته وضعیت ما در سال 52 -53 مقابل قیاس با سالهای پیشین نیست یعنی تمام کسانی که واقعا چشمی داشتن برای دیدن و درایتی داشتن برای تحلیل بله. قبول میکردن اون اصلاحات رو بله. البته همینجا هم یه نکته اشاره کنم سالها گذشته اما کسانی هستن امروزه در نهادهای فرمایشی دولتی جمهوری اسلامی ایران نشستن و یک سره چشمشون رو بر تمام بله. اون توسعه اقتصادی اون سالها میبندن بله. که البته ریگ به دارن دارست. و بند ایدولوژیک آقای بایندور از این دهه چهل بگذاریم که در موردش شما و آقای عطابکی به خصوص در حوزه سیاسی اختلاف نظر دارید اینکه چرا شاه چنین دعوتی کرد چرا پذیرفته نشد یا به گفته آقای عطابکی تا حدی پذیرفته شد اما شاید در این سو گوش شنوایی نبود به سالهای پنجاه برگردیم من در صحبتهای پیش از برنامه از شما شنیدم که گفتید که یک مقطع مهم دیگه در شتابی که سیر انقلابی به خودش گرفته مقاله ای بود که علی آیت الله خمینی چاپ شد در روزنامه اطلاعات چرا اون رو مهم میدونید در شتاب دادن به حوادث انقلابی خب، اگر اجازه بدید این مقاله در حقیقت میشه گفتش که عامل به راه انداختن تظاهرات یعنی آشوب ها این بودش امل مربوط میشه به سال 57 بله برای بله بله بینندگانی که نمیدونن مثل بله 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 سال 56 هست 17 دی 56 مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات منتشر میشه بله بله تحت نام رشیدی مطلق که در مورد شخصیت حقیقیش گمان‌های مختلفی هست و در این مقاله از نظر طرفداران آیت الله خمینی به او توهین میشه و این آغاز تظاهرات 19 دی ديه 56 در قم بله. بله من سالهای بله بله ایرادی نیست. مسیحی و بله شمسی بله. و قبل از اینکه وارد این مطلب بشیم با کمال میل من, من توضیح میدم راجع به مطلب درباره نکته ای که دکتر عطابکی گفتند راجع به اینکه من توضیح بدم منظورم چی بود از اه اه کوشش های شخص شاه برای به یک صورتی کنار اومدن با آ... ملی گرایان با درس کنم که این مطلب آ... در اواخر سالهای آ... سی شروع شد حتی حتی در دوره نخست وزیری که دوسه دو سال قبل از اون اولین حرق... اولین جرقه های اینو ما در اونجا میبینیم بعد خودتون اشاره کردید به ملاقات با خلیل ملکی که خودش به نظر من از نکات جالب بود شاه واقعا میخواست از طریق دیالوگ با آدم های مثل خلیل ملکی به یک نوع توافق و تفاهم برسه که اون تفاهم این نبود که بگن شاه فقط باید سلطنت کنه نه حتی به نظر بنده این یک خوانش غلطی است از از قانون اساسی ایران که فکر کنید به شاه اختیاراتی نداشت یا اختیاراتی که داشت سوری بودن بعد در دوره علم این رو در هم خاطراتش هست هم در خاطرات آقای بازرگان هست خود اعضای جبهه ملی آقای سنجابینو از آن دارند که یک همچین اپروچی به اونها شد و چرا نتونستن قبول بکنن به حال نمیخواستم این نکته بله رو بگم بله 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 این مستند از ناز تاریخی خدمت یه نکته بگم که اگر کوتاه رو دست بعد, بعد محاکمه میشه بله, بله متاسفانه آقای خلیل ملکی ببخشید بله, ملک بله, ملک بله بعد 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 جریانات دیگری پیش اومد بله توقیف خلیل ملکی به نظر من از اشتباهات گنده اون رژیم بود به طور که محاکمه دکتر مصدق از اشتباهات گنده اون رژیم ولی حالا برمیگردیم به سوال شما همطور که فرمودید بعد از اینکه کارتر اومد در آخر سال مسیحی هفتاد و هفت یک سری در حقیق به تهران اون شب معروف رو در کاخ نیاوران گذارند و اینها چند روز بعدش ما اولین آثار اکسالعمل روحانیت رو میبینیم مثلا اپوزیسیون او اکس اون مجلس رو که در یکیش مثلا شهبانو با کارت داره میرخصه اینو برده دادن به آیت الله آی شریعت مداری خب چطور شد که این مقاله تصمیم گیری شد راجع اول اینکه این رو باید الان روشنه که این تصمیم تصمیم شاه بود او بود که دستور داد در حقیقت دو تا مقاله در مورد در مورد آقای خامنی نوشته بشه, بشه. اولین عکس عمل اسلام گرایان به وجود اومد در شورشی که در قم شد و یه چند نفری کشته شدند که بعد او جریان این این اتفاق جریان به اصطلاح مراسم چهله رو که یک سلسله تسلسلی تسلسل بود به راه انداخت که ده ده انقلاب به راه افتاد در حقیقت یعنی این جرقه می کنید انقلاب بود فکر میکنید تظاهرات به مناسبت چهلومین از روز کشته شدگان تظاهرات در قم که بخصوص در تبریز خیلی بله. خونین شد این دیگه عملا چنان دومینوی به قول علما ایجاد کرد که جلوگیری ازش ناممکن بود خب خیلی جلوگیری رو مشکل کرد باید ام. گفت ولی به نظر من هنوز تا زمان فاجعه سینما رکس آبادان فرصت بود که مسیر رو شاید اثر گذاشت درش و تغییرش داد ولی رژیم در حقیقت این اگر بشه اسمش گذاشت نبرد روابط عمومی رو اون رو باخت یعنی اه اه باور عمومی مردم این شد که در این کار ساواک دخیل بوده و ساواک به دستور شاه لا بود دخیل بوده و این به نظر من فاصله بین باورها و حقیقت یکی از موزلات بزرگ انقلاب در مورد آنچه که پیش از به گفته شما فاجعه سینما رکس آبادان ممکن بود به گفته خودتون انجام بشه که این نبرد روابط عمومی رو نظام حاکم نبازه ازتون خواهم پرسید فقط اینجا میخوام از آقای عطاکی بپرسم که آیا واقعا تا قبل از فاجعه سینما رکس آبادان که اگر اشتباه نکنم 28 مرداد 57 هست ده. چندین ماه پیش از انقلاب میشد شاهکاری بکنه که این نبرد روابط امیر رو نبازه و این خودش اگر بتونه در کنار عوامل دیگه سیر حوادث رو به سمت دیگه ای ببره؟ بله به اجزه که اشاره بکنم که به کتاب بسیار یک پژوهش بسیار بسیار خوب دکتر حسین بشیریه دارن درباره تاریخ انقلاب ایران و یه جایی اشاره میکنن میگن که نقل, نقل میکنن میگن عرستو میگه که مردم رو باید بسیار فقیر نگه داشت تا اینکه اطاعت کنن از حاکم از سوی دیگه ما یک برخورد کاملا انتظاعی از آرای مارکس داریم که میگه که بعد وقتی که جامعه به حدی برسی که فقر و فلاکت همه جا رو بگیره مردم سر به تقیان, کنن. تقیان میکنند و میان جلو دکتر بشری اشاره میکنه به یک نظر سومی از دیویس و میگه که و به, به نظرم بسیار بسیار نظر درستیه در مورد دقیقا در مورد انقلاب ایران انگلیسی زبان در مورد بسیاری از تحولات دیگه هم پاسخ میده که میگه وقتی ما یه چرخشی داریم از یک دوران رفاه بسیار چشمگیر به یک دوران رکود بسیار چشمگیر این چرخشه که باعث نارضایتی میشه من فقط به شما اشاره کنم که واقعا اینا اشاره کردنیه نمیتونم از اینا بگذرم در فاصله دولت رفاه اجتماعی دستمزد کارگران ایران تا 400 درصد افزایش پیدا میکنه ساخ... کارگران سا... سا... ساختمانی تا 77 درصد در صنایع نساجی 100 درصد تا 200 میگی... میگی... درصد در دولت منظورتون چه سال این سال های 1342 تا 52 دو... رو دارم میگم دوران توسعه بسیار, بسیار بسیار گسترده اقتصادی است و این نشون دهنده اینه که وضعیت جامعه ما چه و بعد ما میبینیم که ما شاهد شکلی یک سرمایه‌داری هستیم که اصلا سهمش سرمایه گذاری صنعتی و مالی سهمش تو اقتصاد ایران بسیار بسیار چشم گیره این رو گفتم اینجا میخوام بگم که اشاره خیلی کوتاه بکنم که این رشد ناموزونی که اشاره کردم اینه که ما روستاییان رو در حقیقت نمیخوام اینجا به پرونده اصلاحات ارزی برسم شما اینو تو برنامه پیشینتون پوشش پوشش دادید فقط بگم که اصلاحات ارزی وقتی که باعث شد یک فرایند شهرنشینی شوش شکل بگیره و ما در حقیقت با یک میلیون هشتصد هزار آدم که میان به شهر و با یک رشد هشت درصدی افزایش شهر شهرنشینی ما روبرو هستیم در این, این فاصله نگاه میکنیم که بخشی از این نیرو خب نیروی آزاد شده از روستا که به شهر اومدن میرن توی بخش صنعتی کار میکنن صنعتی نوپایی که اشاره کردم اما بخشی دیگه ای در حاشیه شهرها میرن ما یافتابات ها مفتاوباتا ها, یخچیاوباتا ها, ها داریم اینها در حقیقت توهیدستان شهری هستند این توهیدستان شهری در حقیقت زایشگاه اون اعتراض هایی که ما بعد ها می بینیم محای... یعنی ما مخای... شهرنشین کردیم آقای کریمی شهرنشین کردیم اما حقوق شهروندی رو نه به معنای طبعی کشور به معنای کسی که در شهر اقامت داره حقوق شهروندی رو دریغ کردیم از این آیا محای... خاشی نشینان بله. آیا بگید این رو من میگم بله. رشد ناموزون بله. آیا منظور شما اینه که این روندهای کلانی که توصیف میکنید تحولات و حوادثی مثل اون مقاله علیه آیت الله خمینی و تظاهرات بعد از اون رو در سایه قرار میده و این روندهای کلانه که انقلاب رو ناگزیر میکنه؟ بی, بی تردید ببینید من اشاره کردم به این چرخه که از توسعه اقتصادی ما داشتیم و به رکودی که اشاره کردم و این چرخش بسیار مهمه وقتی شما بودجه عمرانی کشور رو چهار برابر میکنید وقتی که غذای مجانی میدید به کودکان در صف صبحگاهی و صف از این دست وقتی تمام این امکانات رو میذارید و همین طور دارید در حقیقت به رفاه اجتماعی امت میذارید بعد یک باره رکود اقتصادی نرخ تورم تا 90 درصد بالا میره یه چرخشی دارید از اون حرکت پوپولیستی سابق که میایید و افزایش درآمد کارگران رو تری تبلیغ میکنید و به حمایت از کارگران صنعتی این خیلی مهمه در کارگاه برق تهران نیروگاه برق تهران کارگران وقتی اعتصاب میکنن نیروی انتظامی به هواداری از کارگران در مقابل مدیریت وامیست این حرکت ها اینها هم. سالهای 54 من دارم اینا این اینها این حرکت ها در حقیقت های است که ما در این دوره رفاه دوره در توسعه اقتصادی داریم وقتی تورم که پیش میاد یک باره ما نگاه میبینیم که رویگردانی میشه اون طبقه بالای سرمایدار مورد قذب قرار میگیره واقعا تلخ آقای کریمی من به شما بگم وهابزاده مالک صنایع اتومبیل سازی بازداشت میشه الغانیان مالک صنایع پلاستیک سازی بازداشت میشه و کسب کارش برای همیشه تعطیل میشه حبیب ثابت به اتهام گران فروشی کار خودش رها میکنه همه به اتهام گرانفروشی فروشی زندانی میشه آقای کریمی اینها برجوازی ایران بودن سرمایداران ایران بودن حکومتی که پایگاه اجتماعی خودش رو چنین میکنه مطمئنا میاد نخست وزیر 13 سالش هم به زندان میاندازه و رئیس ساواکش رو با هواپیما از پاکستان میاره به تهران و روانه زندان میکنه میخوام بگم این کامپلکس ها این پیچیدگی ها رو بفهمیم و ببینیم که واقعیت از پس اون حکومت این چرخش چقدر توضیح به ما میده برای این فرایند یک فاکتوری که خیلی اوقات از نظر میفته مسئله بیماری شاه شاه در سالهای آخر هفتاد و سه میلادی حالا به من بگید رقم معادله در سال شمس. 1353 در تعطیلات نوروزی شک شاه میفهمه نه که تحالش ورم کرده به ترد. علم میگه 21 یا 20 فروردین 53 اونجوری که در خاطرات علم هست بله ولی که اسنادی که الان وجود داره هلی. نشون میده که در تعطیلات قبل از اینکه به اونجا برسند در همون زمانی که یک کنفرانس در تهران تشکیل شد برای نفت و قیمت نفتی رفت بالا در همون موقع شاه این رو احساس کرده بود و وقتی رفت به تعطیلات در سن موریتس همراه با پزشک مخصوصش آقای ایادی دکتر ایادی رفتن به اتریش پیش دکتر فلینگر و اونجا بود در مطب دکتر فلینگر بود که آزمایش های خون اولین بار نشون داد که یک مشکل اساسی وجود داره عیادی سفارش کرده بود که جلوی شاه اسم سرطان رو نیارید ولی شاه اونجا فهمید که یک مسئله جدی براش وجود داره و آدمی بود که نمیشد منحرفش کرد برای کسی بود که هر روز تمام روزنامه های دنیا رو میخوند جورج پومپیدو که دوستش بود و چند ماه قبل اونجا بود در حقیقت با همین بیماری در همون موقع ها در پس شا از همون روزای اولی که این اتفاق افتاد خبردار شد که سالهای عمرش کوتاهه و اینو مثلا میبینیم که در سال 75 دو مرتبه در سنموریتس به ژیسکاردستان میگه میگه آقا من خیالم این نیست که خیلی زود از کا... از اه اه سلطنت دست بکشم خودم به عقب بکشم آیه بایندور بر اساس اونچه که ما از پزشکانش شنیدیم و نقل قول هایی که دیگران کردن از این پزشکان از جمله آقای علی خانی که وزیر اقتصاد دهی چهل بود به نظر میاد شاه از عمق این بیماری و شدت این بیماری اطلاع نداشت حتی گفته میشه که پزشکانش از فرانسه داروها رو نه در بسته های اولیه در بسته های دیگه میفرستادن که شاه متوجه نشه که این سرطانه یه اسم گنده علمی هم روی این بیماری گذاشته بودن یعنی آیا واقعا شاه میدونست که این شاه بیماری شاه که میدونست این که در بسته های دیگری میذاشتن برای این بودش که کسانی که اون پیش ها و اون, اون, اون یک مرتبه هم دستگل گنده ای آب افتاد برای که شاه به علت همین کار دواهای های عوضی خورد و حالش خیلی بد خیلی خلاصه بخوایم این رو بگیم منتقد هستید که به این ترتیب در ناگذیر شدن انقلاب ایران بیماری شاه هم یک عامل محصر بدون تردید بدون تردید ولی میخوام بگم اینه میخواستم بگم که مسئله مثلا حزب رستاخیز خودش از طبعات این مسئله بیماری است برای اینکه در یک موقعی به این نتیجه رسید برای اینکه بشه به سرعت جلو رفت باید یک تجهیز... یک دستگاه سیاسی پشتش باشه یک سازمان سیاسی بیشتر از یک دستگاه سیاسی. میخواست، فکر میکرد که میتونه همه نیروهای محر... محرکه مملکت رو در یک جا جمع بکنه بدون تضاد و بدون برخوردهای های ببینید من پرونده بیماری پادشاه رو تا اونجایی که آرشیف های بیگانه باز کردن و مصاحبه که با کسانی دیگه در ایران بیرون از ایران انجام شده با دقت خوندم و میدونم که ایشون در نوروز 53 برای نخستین بار این حس رو بهشون دادن که درد دارن و بعد در سالهای بعد سال 56 پروفسور صفویان با شهبانو اینو در میون گذاشتن ایشون البته خودشون شک برده بودن پادشاه اما بذارید همینجا اشاره کنم که من فکر می کنم روایت پروفسور صفویان و تیم پزشکی که ایشون همراهی میکردن دو پزشک فرانسوی به داوری من دقیق ترین و درست ترین روایتی است. و از این و روایت, روایت ای... چی میفهمید؟ روایتی است که ایشون در حقیقت میدونستن که وضعشون یه ذره ناراحت داره ولی این بیماری سرطان رو نمیدونستن و از همه مهمتر که این به تایید شهبانو هم رسید در خاطراتشون اینه که در حقیقت شاه, شاه پادشاه در و مقامی بودند که در جای و وضعیتی بودند که این بیماری هیچ تأثیری در تصمیم گیریشون نمیشد ایشون همچنان فعال بودن ایشون همچنان تصمیم گیرنده بودن و همه تصمیم گیری ها هم تا یه حد بسیار بسیار زیادی در انحصار خودشون گاه من آیه یک نکته یه لحظه یه لحظه آیه ایش ایش خواهش واقعا میشه داروهایی که برای چنین بیماری خطرناکی مصرف میشه روز از پی روز روی روح و روان شخص تاثیر نگذاره ببینید من که پزشک نیستم اما بر اساس رف... گزارش های پزشکی که بعد از مرگ ایشون در اومده بیرون و مصاحبه های شده اینی که و همینطور همسر ایشون واقعا اینشون در وضعیتی بودند و این بیماری تأثیری بر تصمیم گیری نداشت مهم این رو ببینید علی رضایی که سرمایداران بزرگ این مملکته وابسته به همون ت... دستگاهی است که طبقه است که من گفتم قرار بوده پایگاه اجتماعی نظام باشه میگه اعلی حضرت شما قیمت ها دست ها سود عوارض گمرکی و جزء آن را تعیین میکنید اگر لطف بفرمایید و خودتان مسئولیت مدیریت صنایع را نیز به عهده بگیرید بهتر خواهد بود ببینید ما با پادشاهی روبرو رو هستیم که در تمام اجزای کوچک در برای دهه بیشتر از یک دهه داره تصمیم میگیره حتی در حد نمیدونم رت رتبه های پایین ارتش تصمیم میگیره البته در مورد مسائل دیگه مثل کتاب های درسی و کنکور که امروز رایجه مثل رهبر ایران تصمیم نمیگیره اما در اون زمان راجب همه چی قرار تصمیم بلد. بگیره آه... حالا شما یک باره با یه چرخشی اینجا در اون سالهای منتهی به انقلاب روبرو میشید و شاه ب... وقتی همینطور که میریم به انقلاب که میرسیم شاپ یواش یواش میاد یا حالت انفعالی میگیره از یک حالت کاملا متفاوت دخالتگر اقتدارگر به یه حالت انفعالی میرسه دریغم میاد که اینو اینجا نگم شما همتون اشاره دارید میکنید به این مسئله مقاله ای این در روزنامه اطلاعات در اومد بیرون این مقاله یک هفته بعد از سفر کارتر بود به ایران و بعد از دیدار شاهنشاه بود که به رفته بودم به امریکا بودم ولی یه چیزی اینجا اشاره بکنم شانسی که از ایران دریغ شد شما از من پرسیدید که مهم. کجا بود انقلاب ایران میشد جورجش گرفت اون زمانی بود که سال 56 مرداد ۵۶ که میشد به جای برکناری وقتی هویدا برکنار شد و جمشید آموزگار به جاش نشست اون بهترین شانس بود برای استمرار پادشاهی و جلوگیری از انقلاب اگر اون موقع به جای جمشید آموزگار بختیار کسی حالا لزوما نه بختیار یک رو می آوردن می اونجا و اینجا من صحبت بگم خوب. که دو خلی. تا گزینه گفتم یه اج... گزینه اینجا... چهل و یک گفتم که شاه ب... میشد جلوی این, ش... این, انقلاب رو گرفت یه و گزینه جبلن آیا اگر شاه به جای ماهای پیش از انقلاب در سال 56 چهره ای مثل بختیار رو پذیرفته بود ممکن بود مانع سیر انقلاب من نخواستم صحبت رو قطع بکنم ولی اجازه میخوام که در مورد مطلبی که راجع به بیماری شاه گفتند توضیح بدم شهبانو در کتابش خیلی روشن گفته که شاه میدونست که مریضه و شاه آدبی بود خیلی باهوشتر از اینکه متوجه وخامت وضعش نباشه اسنادی که وجود داره شما کاملا به طور صحیح به اسناد اسنادی که وجود داره اشاره کردید ولی محتوای این اسناد کاملا اون چیزی که فرمودید نیست مثلا دکترای فرانسویش که میدونید در مکاتبه با هم دیگه تمام جزیات آوردن در یک موردی میگه که شاه به ما گفت آیا میتونید یه کاری کنید که من دو سال دیگه عمرو بکنم یعنی کار به جایی کشیده بود در سال قبل از انقلاب، در سال ۷۷ که... شاه چنین تقاضایی کرده بود؟, شایده بود. بود. و, توجه بکنید که وقتی کسی در یک همچین آه... مدار فکری است آه... وقتی کسی که خیال میکنه که باید تمام کوشش عتبه باش به کار برن برای اینکه دو سال دیگه زدی کنه چطور میتونه مملکت رو به سفاره به کسی مثل بختیار چون میخوام کنم به سوالم بله آیا ممکن بود اگر یک سال زودتر چنین تصمیمی بگیره این در واقع بهش تحمیل شد تن بده به نخست وزیری کسی چون بختیار بتونه پادشاهی خودش و فرزندش رو نجات بده این هم مسئله, مسئله فرضی است البته اگر کسی مثل دکتر صدیقی مثلا شاپش مراجع میکرد و او میپذیرفت وز بدون تردید بهتر بود ولی خب همطور که عرض کردم آیا میتونست به پذیره؟ چون ما در مورد شاه طوری صحبت میکنیم آقای عطابکی این سوال رو ممکن از شما هم بپرسم که گویی میتونست به سرعت تصمیم دیگه ای بگیره اگر میتونست چنین بکنه باید شخص دیگه ای میشد ما که مصاحبه های شاه ایران رو در اوایل دهی پنجاه شمسی با رسانه های قربی الان نگاه میکنیم ببینیم که چنان اعتماد به نفس کاذبی داشت که فکر میکرد رهبران غربی باید بیان از این توصیه بگیرن در مورد نظم جهانی دارد. ما با چنین شخصی مواجهیم یعنی یک فرد تحصیل کرده هوشمند به چنین اعتماد به نفس کاذبی میرسه که واقعا الان که نگاه میکنی تعجب میکنی شگفت زده میشه که این از کجا اومده این اعتماد به نفس کاذب به دلیل اینکه در مملکت نفت هست چنین شخصی ممکن بود یه جایی در سالهای پیش از انقلاب یک مرتبه یک مسیر دیگه پیش بگیری یک تصمیم کاملا متفاوت از اون چه که در وجودش هست رو بگیره حالا شاه به نظر من قادر به تغییر برنامه بود در یک زمانی مثلا این مطلب رو آقای دکتر میلانی در کتابش خوب تشریح کرد فکرش میره به طرف ایجاد یک دولت کم و بیش دموکراتیک و افتادن توی مسیر دموکراسی. بعد از این ناگهان باید بگم از این فکر منصرف میشه و میره دنبال سمت دیگه میره رستاخیز خیلی ها بخصوص طرفداران نظام شنشایی میگن که عامل کارتر فشار آمریکا بر شاه یک عامل کلیدی و بسیار مؤثر بود و اونها تحمیل کردن این تصمیمات رو و در نهایت به انقلاب انجام ببینید ما در جغرافیایی هستیم نمیتونم یک کلم بگم که اون گونه وابستگی برای ما درست نبود این گونه در حقیقت سختزری و در حقیقت چین توزی هم که امروزه داریم خورند و پسند جغرافی های سیاسی ما نیست اما اون چیزی که میخوام بگم این مهم بود اما کلیدی نبود این درجه از وابستگی م... در حقیقت برای ایران بسیار بسیار مخرب بود اما من نقش ایالات متحده امریکا و تصمیم هایی که دستگاه سیاست گذاری کارتر داشت به عنوان سرنوشت ساز, نمید. ساز نمیدونم شما مشکل جای دیگه آقای بایندو ایسان که فکر میکنم که آزادسازی برنامه آزادسازی شاه علتش در حقیقت کارتر و ترس از عواقب ناراضی کردن واشنگتن هست به نظر من به کلی بیراهه رفتن اصل قضیه این بود که این همون که عرض کردم به, به،, به دکترای فرانسویش گفت که آقا که کاری بکنه که من دو سال دیگه زنده بمونم شاه در اون موقع میخواست که زمینه رو آماده بکنه که یک گذاری از نظام شاهنشاهی که او ایجاد کرده بود در سالای ۴۰۵۰ یک گذاری به سمت به وجود آوردن یک پادشاهی مشروطه به بنی واقعیش به وجود بیاد به طوری که ولیعهد جوونش که هنوز دو سه سال مونده بود که به سن قانونی برسه وقتی که شاه از بین رفت او بتونه خودش رو روی آب خیلی کوتاهی تا این نکته دارید نه نه من فقط تنها نکته ای که بگم اینه که خب این به پایان این صحبت که رسیده باشیم به نظر من تاریخ ایران اگر نگاه کنیم من اعتقاد ندارم توالی فصل است. من معتقدم که میشه بحید. ازش بسیار هم آموخت و ما گویا ولی از جمله کسانی هستیم از جمله ملیت هایی هستیم در جهان که نمیتونیم بیاموزیم نه نظام پیشین از اشتباهات خودش در لحظات آخر آموخت و این نه نظامی که در حقیقت در حال حاضر بر بستر اون انقلاب هستش میتونه از اون انقلاب بیاموزه خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم و تشکر از مهمان های برنامه داریوش بایندور و تورجه تابکی.